درود و وقتتون بخیر. جرایم جنایی همچون قتل، اختطاف، دزدی خانه ها، موترها و حتی گوشی همراه، آزار و اذیت دختران در کوچه و بازار و در پیش روی مکاتب زمانی که بانوان از مکاتب رخصت میشن، حمل برچه، چاقو و سایر وسایل از جمله مواردی هست که حالا شهروندان از آن شکایت میکنن. اما فرماندهی پلیس کابل از کاهش جرایم جنایی در کابل سخن میزنه. بیشتر در همین مورد تا دقایق دیگر بحث خواهیم داشت، اما پرسش های محوری که حالا مطرح میشه، وضعیت واقعا از چه قرار است؟ کدام طرف درست میگه و واقعیت را میگه؟ برای بهبود وضعیت امنیتی کابل چه برنامه‌ای وجود داره؟ از طرف دیگر این که این کاهشی که حالا فرماندهی پلیس کابل از آن سخن میزنه در چه حد است؟ و اگر جرایم کاهش یافته، پس چگونه میشه در روز روشن فردی به قتل رسانیده شود؟ من بیژن آریان هستم، میزبان این برنامه. پس از خبر بیشتر در همین مورد تا دقایق دیگر با رئیس تحقیقات جنایی فرماندهی پلیس کابل و یکی از اعضای شورای ولایتی کابل بحث خواهم کرد. در این برنامه پس از خبر آقایان فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی فرماندهی پلیس کابل و آقای سید نقیب الله هاشمی عضو شورای ولایتی کابل با ما هستن. خیلی خوش آمدین و ممنونی که تشریف آوردین. با شما آغاز میکنم آقای عبیدی. واقعا میزان جرایم در شهر کابل کاهش یافته؟ بس در اینجاست که موضوع بحث یا نظری بلند رفتن جرایم که بعضی دوستا یا در بعضی مجالس یاد میشه، مهمی است که مقایسهشان با چی منوال است یا با چی مقایسه شد از بلند رفتن جرایم. ما واقعات طبعا نباید ظاهر قضایا را یا چیزی را که میبینیم ما همیشه فکر کنیم که یک جرم صورت گرفته، هر یک حادثه جرمی است و هر یک حادثه به اصطلاح برهم زننده امنیت عمومی یا امنیت عام است. بسیاری قضایا است که اصلا ما نهیسی یک حادثه میتانیم که تلقی کنیم، ولی زمانی که بررسی یا تحقیقات پلیس برملا می سازه که جرم صورت نگرفته. در کل به ما می پذیریم که واقعات جنایی هم جرمی هم در شهر کابل به وقوع پیوسته و به وقوع می پیونده، که دلیل از او ما همیشه گفتیم و بحث کردیم سر انگیزه، دلایل و مشکلاتی که و یا فاکتورهایی که زمینه ساز وقوع بعضی حوادث است. پس حالا کاهش یافته برعکس؟ بله بله، جرایم حداقلش ما که در مقایسه با سال پار یا سالهای گذشته مقایسه کنیم در حال کاهش است. حالا میزان کاهش در چه حد است؟ دقیقا اگر مشخص نمیره پاس خوب بدین، میزانی که حالا در جرایم در شهر کابل کاهش آمده چه حد است؟ خب در کل یعنی فیصدی تا 10-12% در کل کاهش آمده، اما در کتگوری های جرمی در بعض موارد تا 30% و 40% است، در بعض موارد کمتر است، بیشتر است. به این منوال تحلیل های و ارزیابی که ما به اساس راپور ها و مقایسه های مسلکی که داریم همطور شکلش است. حالا شهروندان در پایتخت شکایت دارن از بلند رفتن جرایم جنایی، از جمله قتل در روز روشن، قتل پدر با زمانی که با دختر خود میخوای از پیش مکتب بره، در این زمان قتل شخصی یا زخمی ساختن شخصی در بهارستان کابل که چیزی که دیروز اتفاق افتاده بود، ده ها مورد دیگر از جمله مثال هایی است که شهروندان بیان میکنند. در کنار ازی حالا چور و چپاول تلفن‌های همراه افراد اشخاص، در کنار حالا مورد دیگر اختطاف، دزدی‌های مسلحانه، انتقادهایی است که حالا میشه. در کنار
فروش مواد مخدر. مهم اینجاست که ما پیشتر عرض کردم که واقعات جنایی در کابل صورت گرفته و ما بالای از اونا کار داریم و کار میکنیم و واقعات زیاد فایلین از قضایا دستگیر شده و پنجه قانون سپرده و بعضی واقعات هم دور که ادعا صورت گرفته بررسی های ما نشان داده و برملا ساخته که ظاهر قضیه که مطرح شده و بحث شده حقیقت نداشته و واقعیت های موضوع چیزی دیگه بوده. یعنی شهروندان در پالی از این که بیرون سند حرف میزنن؟ در بعض موارد بله و در موارد هم که صورت گرفته قتل ها یا مجروحیت ها یا بعضی حوادث، مخصوصا در بحث قتل ها یقینا جرم قتل یک جرم است، جنایت هست و یک جرم جنایی است. اما قتل هایی که در کابل صورت میگیره قتل هایی نیست که امنیت عمومی و امنیت عامه را در کل به خطر انداخته باشد. تمامش انگیزهای داخلی است، تمامش توسط خودی است، یعنی اقارب است، دوستایش است و انگیزش هم مخالفت های درونی بالای پول، بالای میراث، مسائل مشکلات فامیلی است که به جز یک دو سه واقعه در مجموع قتل‌های کابل تمامش همی انگیزه را داشته و هیچ نوع تأثیری بر امنیت عمومی، امنیت عامه، بله ایجاد یک ترس و شاید یک فضای نارام بوده، اما بر امنیت کلی مردم، یعنی که او به عنوان قتل‌های زنجیره‌ای یا قتل‌های هدفمند بوده باشه، نیست. در قسمت سرقت‌های موبایل یا راگیری های شبانه در بعض محلات، بعض حادثات، تا جایی که شکایت ها برای پلیس رسیده، پلیس با اتخاذ تدابیر مشخص و تدابیر جلوگیری کننده ما اقدامات را کردیم و چندین گروپ ها و اشخاص و افراد را که به این قضایا دست زدن گرفتار کردیم که ما میتونم در طول بر شما عرض کنم در طول 72 ساعت گذشته ما در چند نایه و ولسوالی های کابل 5 گروپ چپاولگره که از جمله اینه می سرقت موبایل در بین موتر ششتن و مسموم کردن و پولش گرفتن یا کیسه بری کردن در بین موتر چپاولگری یا راگیری کردن در نایه نو، در ولسوالی دیسبز، در ولسوالی چاراسیاب، در ولسوالی سروبی، در حوزه 12، در حوزه ماموریت 21-19 ما گرفتار کردیم که اینا با چندین قضایا از قبل اعتراف کردن و تحت کار جدی پلیس است. چندین فایلین قضایای قتل که در حتی در سالهای گذشته در خارج از کابل در ولایات دیگه مرتکب قتل شده پلیس گرفتار کرده اونا را و تحت تعقیب جدی ما قرار داره. ممنونتان. دوباره برمیگردیم به شما آقای عبیدی. آقای وکیل، واقعا آنچنانی که آقای عبیدی گفتن وضعیت کابل اینچنین خوب است یا مواردی را که ذکر کردن واقعا به شما قابل قبول هست من حیث باشنده کابل و عضو شورای ولایتی کابل؟ سلام عرض ادب خدمت شما، خدمت جناب رئیس تحقیقات و بینندگان محترم تلویزیونتان. من قبل از اینکه به سوالتان پاسخ بدم میخوام که دعا با شهدایی که امروز در یک حادثه ترافیکی در راه قندار 34 نفر جان شیرین قربان کردند بیشت از خدا برشان میخواییم به فامیلشان صبر جمیل و به مجروحینشان شفای عاجل. در قسمت ای کاش رئیس بخواست دوستای بسیار سیم است که درش همیشه باور ما باز است و یک رابط اصلا او نیک داریم. ای کاش کسای دیگه میبود درف درد دل میکنیم. خیر ما یک چیز میگم، من ایسی نماینده خاک پای مردم. حالا با دوستای خود آدم راحت تر میتونه حرفا را شریک بسازه. مردم کابل از نامنی بسیار نگران هستند، به حد رنج میبرند. حتی یک طفلش که در مکتب میره تشویش زیاد داره که پس میتونم و نمیتونم. بالکل روز به روز نامنی زیاد شده میره، کم نمیشه. در چه بخش؟ به مثالم برتون میگم، در همه بخش انفجار، انتحار و قتل و سرقت و اختطاف و نوشیدن و شراب و هر موضوعی که میگن زیاد شده میره. ساحه امن محدود شده میره. ما خودم اگر 6 ماه پیش برتون مثال بدم که در جاهای از طریق شب و مگه محافل خوشی دوستای می بود میرفتم، در حالی که با هیچ کس خصومت ندارم، مگر آله امو ساها رفته نمیشه. اگر اول سوالی ها رو در نظر بگیریم که چهار آسیا باشه یا سوری بی باشه یا پهمان باشه، امو نقطه بعد از شام رفته کس نمیتونه. مسئول کیست؟
بله مسئول کیست؟ مسئولیت تنها ما نمیتونیم که سر پلیس بردیم. مسئول ما برتون باز در سوال بعدی مکمل تشریح میکنم، تنها نه پلیس است، شاید سانوالی عمده باشه، شاید قضامده باشه، شاید حکام بلنده که میکانیزم اساسی یا پلان یا طرح ندارن، شاید تو نام باشن، شاید اختلاف از نام باشن. خب ما قبل از این برتون میگم انفجار، انتحار، قتل، سرقت، دزدی، همه چیز احتوا کرده کابله. پلیس که ضامن جان و مال و آبروی مردم است، یقینا در شعارش باید باشه، در تمام دنیا است. پلیس تلاش خود به خرج میده. ما با حوزهات 22 گانه کابل جمع ولسوالی ها تماس دارم. شما باور به خدا که نامنی نوزه و جنایی و کشف تا تا صبح خواب ندارن. میپذیرم. مگر نتیجه نداره؟ چرا؟ بیا این سر ازی بسنجیم که چرا نداره. یک، امنیت خوب نمیشه. با وجود که شب تا صبح پلیس بیدار است، عامر حوزه یا جنایی یک لحظه مخابرش گل شده نمیتونه. چرا؟ وقتن فوقتن آلا برتن میگم. چرا که هیچ کس مسئولیت نمیگیرین؟ منظورتان؟ نه پلیس یک، نه سانوالی دو، نه قضا سه، نه اکام چار نمیگیرن. هر کس خود برات میته. من منعیس وکیل، ما هم در نامنی مسئول هستم. چرا؟ منعیس یک پل ارتباطی بین دولت و مردم کار نمیکنم. اول من از خود شروع میکنم. بعد پلیس من، بعد از او سانوالی ره که چرا فساد جریان داشته باشه، بعد از او قضا و محکمه چرا فساد جریان داشته باشه. اگر پلیس میگیره در سانوالی تسلیم میکنه، شما قدم در قدم بیاین اینجا جایگاهی است که ما تا واقعیتا نگوی مطلع ما جور نمیشه. از لحاظ امنیت ها میگم، اقتصاد ها میگم، صحت ها میگم، هر چه میگم بیاین واقعیت بگیم. در واقعیت اگر ما پلیس میگیره، شما سانوالی ها رو نظر دارین که فساد به کدام اندازه است. خدا برکت نصیب کنه لوی سانوالی صاحب خود نوامدن تلاش دارن، مگر امیال به کدام سطح فساد را داره که میدونیم. حالا مسئولیت های ما بیشتر برمیگرده در حال حاضر در بحث کنونی مربوط پلیس میشه. آنچه را پلیس انجام داده میتونه چه هست؟ ببینین پلیس تا حد برات خواهد داده نمیتونه که شما بگین بالکل برات میده که نمیتونه. شما از جان مال و آبرو یا عزت مردم سخن زدین. باید پلیس باشه. حالا به خاطر گرافش چقدر حفظ شده؟ شهر کابل برتون میگم. شهر تو کابل هر کسی که داخل میشه فقط یک زندان است. دیوارای استنادی، سیم خادار، وحشت و دهشت فقط مکمل یک زندان است. نقطه دوم، دیوارای استنادی ده فقط حکام خدا نگاه میکنند. هر وزارت، هر ریاست، هر قمندانی فقط جای خود سیم خاردار گرفتن، مردم به بسیار مشکل داخل میشن. موترهای زره از حکام بلند پای. اگر وکیل هم اسمه میگم، وزیر هم اسمه میگم، هر کسی که باشه چی قصارن ها بروی بزرگا فقط جاده ها باز است. حتی شسی ها. اما بالکل بروی بیچاره نیست. افراد مسئله غیر مسئول. یک روز اگر گارنیزون مبره، یک ماه دیگه توقف از باز گارنیزون نمره. موتره شیشه سی ها میه، سرقت مسئله نمیشه، لباس یونیفرم پلیس میباشه. شما باور خود که به خدا که من نماینده مردم هستم. من میترسم از اینکه به یونیفرم نظامی استاد نشه و خودم اونجا نزن. اجازه بدین که آقای عبیدی چه پاسخ دارن به این شیطان. این همه چیزایش باندای مافیا در خود کابل وسط اختطاف بزرگ میکنن، پیسه میگیرن، پس راه میکنن. یک نه دو سه چهار مبرتون مثال دارم. بنان ده این نقطه‌ای که میرسه پس اگر ما بگیم که شهر امن داریم، ما خوب باور کردنی برام نیست. من یک نماینده مردم نمیخوام بگم، مگر زحمت خود پلیس میکشه. اما چرا هدر میره؟ نیست هدر میره. ببینید بارها گفتیم تنها از خاطر از اینا سخت با پلیس خود، با اردوی خود، با امنیت خود ما باور من نسیم بس اطلاعات پایین. مگر در بالا میکانیزم اساسی و درست باور به خدا که اگر داشته باشن پیش بره، اگر بالا اساسا واقعا ابتکار و برنامه داشته باشن، مکافات و مجازات داشته باشن، 1000% براتون میگم گراف کم میاد. دوباره به شما برمیگردم آقای هاشمی. کسایی کار میکنن مکافات کنن، شما یقین داشته باشید روابط آنقدر از ببینن اوضاع تقسیم است. دوباره برمیگردم چند به فلانی تعلق داره، فلانی ولسوالی به فلانی تعلق داره، فلانی ولسوالی به فلان، غیر از او افراد که از دیگه رفتن میتونن. اجازه بدین که آقای عبیدی چه پاسخ دارن. آقای عبیدی، پلیس حافظ جان مال و آبروی شهروندان یک کشور است، مخصوص در پایتختی که حال ما زندگی میکنیم به زندانی مبدل شده بر شهروندان از یک طرف، و از طرف دیگر چاقو، برچه و حتی تفنگچه به گونه آزادانه فروخته میشه در شهر کابل. این پرسش هایی است که نه تنها آقای هاشمی بلکه اکثر شهروندان میپرسند. چرا؟ در این جای شک نیست که پلیس وظیفه اساسیش است و شعار پلیس است که پلیس خدمتگار جامعه است و وظیفه اساسیش در قانون، مکلفیت قانونی پلیس حفظ امن و نظم عامه، حفظ جان و مال مردم است و حفظ ارزش های ملی است و در کل تنفیذ قانون است.
در مجموع منصوبین پلیس در سراسر کشور مخصوصا منصوبین قماندانی زونی 101 آزمایی با درک همی مکلفیت و مسئولیت خود در حیطه صلاحیت ها و امکانات کاری خود همیشه کوشش کرده و در تلاش ازی بوده و هست تا مردم خدا یا بهترین خدمات امنیتی را برای مردم عرضه کنه. حالا از صلاحیت ها و امکانات سخن زدین، چاقو، برچه و تفنگچه گفته میشه که در چند قدمی پلیس فروخته میشه، در پل خشتی کابل چاقو فروخته میشه، برچه فروخته میشه، این شکایت شهروندای کابل است. ما چندین بار و در چندین مورد عملیات کردیم و اقدامات کردیم، نه تنها در پل خشتی، در سایر نقاط کابل و یک تعداد سلاح جاری که یعنی شکل یا گونه یا استفاده از اون معلوم است که به غیر از استفاده قانونی و درست در دیگر موارد غیر قانونی امکان استفاده از اون جمع‌آوری شده. اما فروش سلاح را به این شکل که ادعا میشه یا شما گفتین ما در کل رد میکنیم. در گفته میشه در شهر کونه کابل اینچنین وضعیت جریان داره؟ چنین خب پلیس در این عرصه بسیار توجه میکنه و دستاوردهای قابل حساب ما هم داریم، اما به این پیمانه که به این شکل شما گفتین یا ادعای اگر وجود داره هر کسی میگه ما با این مخالف هستم و در صورتی که حرم وطن ما ببینین دولت یا نهادهای دولتی مکلفیت ها و مسئولیت های دارد. حالا نیروهایی که گفته میشه آنچه که آقای هاشمی مطرح کردن، افراد اشخاص با یونیفرم نظامی از جمله پلیس، امنیت، اردو میان اختطاف میکنن، آنچه که در دو استاد دانشگاه آمریکایی یا چندی قبل حدودا یکی دو هفته قبل اختطاف شدن از یک طرف، از طرف دیگر حالا جان مردم در خطر است گفته میشه، از طرف دیگر مالشان که میره با تلفن بردن و مسموم ساختن و سایر موارد، از طرف دیگر آبرو و عزتشان هم میره. پلیس در روز روشن پیش روی ده ها نفر حاضر میشه که با لگد به گردن یک شهروند دستفروش پای خود را بگذاره. من همون گپ قبلی خود تکرار میکنم که نباید ما با ظاهر قضایا یا با چیزی که میبینیم یا میشنویم و بدون از اینکه تحلیل کنیم ما تحلیل یا استدلال خود و یا اینکه انتقاد خود ما برو بنا مطرح بسازیم. تصاویر مطمئنن به شما هم رسیده و از طریق رسانه‌های اجتماعی هم پخش شده بود. ما او رو بررسی کردیم، برعکس همو شخصی را که در پل خشتی تصاویر پخش شد نشان شد من شخصا او را احضار کردم، شخصا او را خواستم. از دوستای دیگهش به اصطلاح هم مسلکش که یعنی در همو کراچی داشتن یا کار داشتن از اونا معلومات جمع کردیم، از مردم محل جمع کردیم. او کسی بود شما اطلاع دارین سایه پل خشتی که به طرف سرای شاهزاده میای او برای عبور مرور کراچی های کلان و سایت تا بعضی وقتا ممنوس مکمل، بعضی وقتا چک هست اونجا ما پلیس استاد کرد. پس کار شهروند که اشتباه، آیا نیاز هست همونطور یک اکسل عملشان داده شد؟ نشده، اکسل عمل نشده. من او را جدا خودم بررسی کردم، وقتی که پلیس به او اجازه نداد او به یک شکل ظاهرسازی به خاطر ازی که توجه مردم جلب کنه و به یک رای برای خود رای ازیر وجود پیدا کنه که دل مردم بر از او بسوزه خودم مندازه زیر پای پلیس. ما موارد شواهد مدار اینه که از مردم بی‌طرف مایه شده بده. پس موارد دیگر یک آقای هاشمی ذکر کردن اشتباه هست؟ من عرض میکنم ببینین ما نمیگیم که ما در کل هیچ نوع مشکل نقص نداریم یا اشتباه نداریم یا ممکن است که در بعض جایا رسیدگی اونطور که مردم انتظار داره شاید نشده باشه، اما به این پیمانه هم ما نپذیریم که به شکل مطرح میشه یا چیزی باشه که گویا سالیان متمادی هیچ گپ در کابل نبوده، نه اختطاف بوده، نه تروری بوده، نه حمله انتحاری بوده، نه انفجاری بوده، نه چنین مسائلی بوده و حال در طول یک سال دو سال دیگه این مسائل پیدا شد. مردم کسی را که بیشتر دوست میدارن از او انتقاد میکنن، پلیس خود را مردم دوست دارن او را انتقاد میکنن. اینن واقعا که ما با انتقادهای مردم خود هم افتخار میکنیم و ایره به این محاسبه میکنیم که مردم بالای ما حساب دارن یا مردم توقع دارن از ما که ما بهترتر و خوبتر بر از اونا رسیدگی کنیم. ما هیچگاه دل آزرده و دلخور از انتقادهای مردم خود نمیشیم و این نه تنها که آزرده نمیشیم بلکه ایره
به این تلقی میکنیم و از او استفاده میکنیم از این انتقادا برای اصلاح ساختن خود و برای بهتر عرضه کردن خدمات امنیتی برای مردم. چون فرصت ما خیلی کم است، اگر به این پرسش هم جواب بتین، کاری را که آغاز میکنین چرا ادامهش نمیتین آقای عبیدی بگونه کامل؟ مثلا 9 ماه و 22 روز قبل یا 20 روز قبل، 8 ماه و 22 روز قبل، خوب بیاد دارم دمی میز ما و شما بحث فردی داشتیم، دقیقا در اونجا یاد کردین که شیشه های موترهایی که حالا شسیا میگردن سفید خواد شد، چقدر به این مورد پرداختین و آقای هاشمی هم انتقاد کردن از این؟ خب جای خب یک مشکل هست که فعالیت های پلیس کمتر دیده میشه، کمتر محاسبه میشه و کمتر به او پرداخته میشه. ما اقدامات را در این زمینه اقدامات بسیار جدی را کردیم، اقدامات گسترده را کردیم، اما خب نتایجی هم داشتیم و این بیشترتر حتی عالی مسائل در سطح بلندتر دولت مطرح میشه، در خصوص این مشکلات را که شما مطرح کردین. در قسمت سلا لایحه یا طرز العمل جدید صدور جواز اصله با تغییر نوعیت فیزیکی کارت های سلا با اصطلاح اضافه ساختن مسائل ایمنی بیشترتر و قویتر که از جل و از سوء استفاده از او جلوگیری شود، از او جلوگیری شود. طبعا برقی خوب بوده، ولی حتی بسیار موارد امنیتی که در سطح بسیار بلند است که مصارف گزاف درود شده و دستگاه لازمه در او آورده و انشاءالله پروسیجرش انقریب در حال شروع هست، که یکی از مواردی است که بسیار تاثیر مثبت داره. طرز العمل یکسانسازی البسه یا یونیفرم کسایی که با عنوان بادیگارد یا با عنوان محافظ رجال برجسته است پاس شده، بودجه بر از او تعیین شده و عنقریب شروع میشه توزیع ازی. جمع آوری اصلی که به اثر کارت های غیر قانونی گشتانده میشه، به اثر مسائل دیگه گشتانده میشه، شروع شده، تیم ها تهیه شده با گارنیزون کابل با وسایل الکترونیکی پیشرفته که در سر سرک و در چک پوینت میتونه کنترل کنه که همین کارت جعلی است، تاریخش گذشته و این در حال اجرا هست. اما بعد دو مورد دیگه هم خیلی کوتاه اگر جواب بدین، چون انتقاد شده از جمله شلیک های هوایی هنوز هم در خیرخانه جریان داره. در خواجه‌بخش‌های کابل هر شب باید دو شاجور سه شاجور فایر شود، یک و دومی که حالا باشا هنوز هم در سر کوچه ها میشینن و دختر خانم ها را آزار میتن. ببینین ما در امی 5 ماه امسال 1970 نفر به نام ولگرد ما جمع کردیم، بایومتریک کردیم. ما همیشه مطرح کردم، بازم تکرار میکنم، ولگردی مشکل امنیتی نیست، مشکل اخلاقی و اجتماعی جامعه است. ما همکاری والدین، همکاری متنفذین، همکاری علما را و بعض وقتا با مشکلات امنیتی می انجامد. خب مشکلات امنیتیش ما برخورد جدی هم راش کردیم. ما در امی یعنی امی ولگردا زمانی که جمع میشن بایومتریک شدن و ما سوابق پیدا کردیم یا اونا عمل کرد جرمی کرده یا مبنی بر یک عمل کرد جرمی از اینا شکایت برای ما رسیده، ما اقدام کردیم، لطف کردین و انشالله ادامه میداشتیم. آقای هاشمی، حالا چگونه میشه یک شهر مسئول و امن داشته باشیم؟ باورتون من حیث یک شهروند چی هست؟ یکی قسمت قبل از اینکه جناب رئیس گفتن، یقینا والدین مسئولیت داره، آزار ازت دخترها یا موضوعاتی که در خود قریه و قصبات میشه، یعنی میگه زیادتر کس به خاطر که همکاری مردم با دولت نیست، دولت فاصله گرفته از مردم، به خاطر که حوزاتی که با مردم همکار است، وکلای گذر، متنفذین قوم، موسفیدا رابط دارن، اونجا بسیار خوب است. حوزاتی که فاصله داره از مردم اونجا زیاد است، هیچ امکان نداره، به خاطر اکثر حوزات نمیپذیرن. مثلا یک نقطه سوال که شما کردین که چطور میتونن که ما یک کابل یک پایتخت خوب داشته باشیم، یک نیروی کشفی و استخباراتی ما قوی باشن، سرای غیر مسئول جمع کنن، نه. دو، فساد اداری کم شوه که بالکل فساد زیاد است، از نقطه که گرفتار میشه تا در نقطه که محکمه ثلاثه میشه فساد جریان داره. عدم تطبیق قانون، میپذیرم پلیس گرفتار میکنه،
قانون با اون مافیای بزرگ کسان به سطوحات و بالا دست دارند قانون تطبیق نمیشه. پس حالت برات میگم. نقطه دیگه استخدام افراد به اساس روابط است. قبلا براتون گفتم که چند حوزه به کی تعلق داره، چند ولسوالی به کی تعلق داره، غیر از اونا کسی که تعیین کرده نمیتونه. یکیش از نقطه دیگهش عدم همکاری مردم. هر زمانی که پلیس مردم هر خمس اکثر وظایف داریم که بسیار خوب میدرخشن، اصلا گراف اگر 100% نتونه 50% پایین آوردن، او چرا میدرخشن؟ او مردم با اونا همکار است، از مردم کار میگیره. نقطه دیگه بیکاری که حداقل اگر ما میزان بیکاری رو کم نکنیم فتنه و فساد نمیتونیم. تشکر. آقای بدی 25 ثانیه وقت داریم، حرفی اگر باقی مانده باشه. ما در دو عنصر میبینم تامین امنیت مطمئن تر بهتر چیزی که مردم انتظار داره ما میتونیم داشته باشیم. به نظر ما در این دو نقطه تمام مشکلات دیگر ما حل کرده میتونیم. پذیرفتن و رعایت قانون از طرف مردم و همکاری مردم با پلیس در تطبیق قانون، این دو اصل است که در تمام دنیا در تمام جهان تجربه شده و نتیجه بسیار خوب داشته و نظر و مفکوره شخصی ما هم و پیشنهاد ما برای ملت از این رو میدانیم در این دو بخش وقتی که ما تمرکز کنیم تمامی مشکلات دیگه که مطرح هست این ما میتونیم بسیار با آسانی حل بسازیم. ممنونتان، لطف کردین آقایان هاشمی و عبیدی. تشکر. برنامه پس از خبر هم به پایان رسید.